به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستای خوبم، در آشپزخانه خودتان خوش آمدین. انشالله که جور ساعت من باشین. امروز تصمیم دارم سبزی گندمک پخته کنم. انشالله که از دیدنش خوشتان بیه و تا آخر ویدیو بیننده باشین. ما گندمک گرفتیم، در ویدیو قبلی برتان نشان دادم که من از کردا چیندم، در داخل مارکت پیدا نمیشه. اگر شما در دسترس دارین میتونین پخته کنین. بسیار یک سبزی مفید و خوبش هست. دیگه من سبزی رو پاک زد را ششتم، در چلو صاف ماندم، کاملا آبش رفت. حالا ریزه میکنم. در افغانستان که سبزی رو اکثرا اول جوش میدن، بازم روی کارت ریزه ریزه میکنن، که چون که سبزی افغانستان یک کم تلخی داره، ولی خارج از افغانستان سبزی اصلا تلخ نیست. باز دیگه من جوش ندادم، باز اگر جوش بیتی کل ویتامینش میره که آبشه و سپنزی. من ریزه میکنم، پخته میکنم. دیگه لازم نیست که جوش بتین. اگر در افغانستان زندگی میکنین، افغانستان سبزیجاتش، پالک، هر چیز که تا جوش نتی باز پخته کنی تلخ مزه میه، چون که آهن زیاد است. خارج از افغانستان فکر میکنم آهنش کمه، به او خاطر تلخ نمی نمیفهم چرا قمیستک. دیگه در اینجا من همیشه سبزی رو جوش نمیتم، اول جوش میدم ولی حالا جوش نمیتم. سبزی رو من کاملا ریزه کنم. ببینین ریز ریز ریزه کردم، تا دکه امکان داره ریزه کنین. در داخل ظرف مندازم، یک آبکش دیگهشم میکنم که اگه در جای سبزی خورده باشه، یک آبکش میکنم که پاک شود. سبزی رو آبکش کردم، مندم کاملا آبش برم. موادای لازم رو براتون میگم. مرچ سیاه گرفتیم یک قاشق، مرچ مساله دار یک قاشق، تخم گشنیج یک قاشق، سیر چهار دانه، مرچ تازه یک دانه، مرچ تند البته، پیاز دو دانه، نمک به مقدار لازم، روغن به مقدار لازم. بسم الله گفته پخته کردنش شروع میکنم. دیگه سر گاز ماندم، در دیگه روغن مندازم. روغن به اندازه دلخواهتون بندازین. بعض خانواده روغندار میخورن غذا رو، بعض خانواده کم روغن میخورن. ما خودم یک ذره روغندار میخوریم. روغن زیادتر انداختم. دو دانه پیازم ریزه کردم انداختم. اگر در جای زندگی میکنین که گندنه در دسترس دارین، حتما از گندنه استفاده کنین. خاطر که ما گندنه نداریم، از خاطر از پیاز استفاده کردم. امروی گندنه زیادتر مزه دار میشه. پیاز یکم سرخ کردم، زیاد نه کم. حالا چهار دانه سیر مندازم، یک دانه مرچ تازه رو مندازم، یکم اگر دیگه مرچ و سیر سرخ میکنم، زیاد نه. من طرفدار سرخ کردن نیستم، به خاطر که این پیاز سرخ شوه ضرر داره. سرخ نکنین، متوسط. باز اگه خوش دارین سرخ کنین. ما طرفدار سرخ کردن نیستم، هیچ وقت سرخ نمیکنم. یکم اگر که طلایی شد، نوبت از ایست که سبزی را بندازم. سبزی گندمک، البته در افغانستان از سبزی زیاد پیدا میشه، در داخل زمین های گندم است. اگر در جایی هستین که پیدا میشه من پخته کنیم، بسیار یک سبزی مزه دار است. انداختم سبزی را، در سرش نمک مندازم. نمک به مقدار لازم مندازین، نمک سبزی را زیاد نندازین که با سبزی شورمزه میشه، متوسط. یک قاشق مرچ مساله دار مندازم، یک قاشق تخم گشنیج، یک قاشق مرچ سیاه مندازم. یه مقدار مساله کفایت میکنه، زیاد ننداختم. هرچی مساله رو زیاد بندازین، طعم اصلی غذا از بین میره. بس طعم مساله رو میده، کم انداختم. یک شور میتم شه تا که یک کمک باره آب بکشه، تا کم آب جدا کنه. خوش آمدید میگم به دوستایی که تازه به صفحه خودشان پیوسته، و تشکری میکنم از دوستایی که همیشه کامنت های زیبا مینویسه. کامنت های تک تک شما عزیزان میبینم، میخوانم. یک دنیا ممنون که برام کامنت مینویسین و مرا حمایت میکنین. در اولین فرصت انشالله کامنت هایتان رو جواب میتونم. دوستایی که غذا خواسته، حتما کل غذا ها رو به نوبت، غذای افغانستان خودم و کسته کلش به نوبت پخته میکنم. انشالله که از دیدنش خوشتان میاد. خوب یک شور دادم، یک هم آب جدا کرد. حالا سرش بسته میکنم، برای یک ده دقیقه میمونم تا که خوب سبزی یکمک نرم شوه. بعد از ده دقیقه سرپوش دیگه باز میکنم. ببینید سبزی کاملا آب جدا کرده، ببینید کاملا آب جدا کرده. دیگه سرش بسته نمیکنم، من تو مرتب امروی کفکیر شور میتونم که تا سر روغن بیه. امروی کفگیر یا امروی از این گوشت کباب اگه دارین، امروی ازی قشنگ
فشار بتین که نرم شوه سبزی. خوب یک سبزی نرم خوبش بیه اگر داشتین، اگر نداشتین میتونین که دم پشت قاشقتون یا کفگیرتون همه کار رو کنین که سبزی کمک بره نرم شوه. دیگه بر 10 دقیقه که جوش دادین سبزی آب کشید دیگه بس است. دیگه با سرش بسته نکنیم تا مرتب شور بدین که رنگ سبزی خوبش سبز بیه. ببینین سبزی رو تا مرتب بر 10 دقیقه امروی گوشت گپ شور دادم، کاملا یک سبزی نرم خوش رنگ آمده. ببینید چه یک رنگ مقبول به خودش کشیده. دیگه سبزی هم تو مرتب شور دادم تا که سر روغن آمد. سبزی که سر روغن آمد سبزی یعنی که پخته شده. دیگه حالا سبزی کاملا پخته شده. ببینید دوستو کاملا روغن کشیده. باش که روغنش بردن نشان بتم. ببینید عزیزو کاملا روغن کشیده. حالا دیگه گاز خاموش میکنم، سبزی آماده است. ببینید چی یک رنگ مقبول داره، رنگ سبز. بسیار یک سبزی مزه‌دار است، براتون توصیه میکنم اگر در جایی که زندگی میکنین که پیدا میشه حتما این سبزی رو پخته کنین. بسیار آسان هم است. ببینید دوستان سبزی سر روغن هم در ظرف میکشم. بسیار یک سبزی مزه‌دار، حد رو بشکل فضای آشپزخانه رو پیچانده، بسیار مزه‌دار و خوبش آمده. در پلوشون میتونین یک چلو و مزدار پخته کنین و نوش جان کنین. یک مقدار مرچ مساله دار داریش مندازم. تازه تای مرچ مساله دار ماندیم دوستان، میتونید در صفحه ببینین. زیادتر دوستان پرسان میکنن که مرچ مساله دار از کجا بگیریم. تازه تایش ماندیم میتونین بگیریم. ببینین دوستان چی یک رنگ مقبول کشیده. دیگه بسیار مزدار آمده دور از دلتان. بسیار یک سبزی آسان و در این حال بسیار مزه‌دار است. خب دوستای نازنین رسیدیم به پایان ویدیو امروز که سبزی گندمک پخته کردم. انشالله که از دیدنش خوشتان آمده باشه و لذت برده باشین. تا ویدیوی بعدی شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. زندگی خوش و آرام داشته باشین. در کنار فامیلتان وقتتان خوش. خداحافظ شما عزیزان.